امروز در اخبار انتخابات. خبرگزاری فارس گزارش داد که محمود احمدی نژاد امروز در سخنرانی خود در مشهد به انتقادات رقبای انتخاباتیش واکنش نشان داد و آنها را محکوم کرد که برای تخریب دولت نهم از روش‌های مشاور تبلیغاتی هیتلر استفاده می‌کنند. وی گفت امروز یک روش هیتلری علیه ملت به کار گرفته شده است و این جنگ روانی در دنیا برای همه شناخته شده است. احمدی نژاد با تاکید بر اینکه رقبایش به گونه حرف می‌زنند که انگار زمانی که خودشان حضور داشتند در کشور هیچ مشکلی وجود نداشت گفت که در مناظره ها با آنها اعلام خواهد کرد که در هر بخش و هر شاخصی که در طول این 30 سال انتخاب کنند بهترین آن متعلق به فرزندان و خادمان ملت در دولت نهم است. به همچنین با آنچه دستاوردهای هسته‌ای دولتش مینامید اشاره کرد و با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر 7000 سانتریفیوژ در حال چرخش دارد گفت در دولت‌های قبل مدیران کل و مقامات کشور برای نصب حتی چند سانتریفیوژ خواهش و التماس می‌کردند و حاضر بودند ده‌ها سال مذاکره کنند. میرحسین موسوی دوشنبه شب در جمع مردم اردبیل گفت که گرانی میتواند اقتصاد ایران را به نابودی بکشاند. موسوی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت نهم، پر شدن بازارهای داخلی از محصولات کشاورزی خارجی را باعث به خاک سیاه نشستن کشاورزان ایرانی دانست. وی همچنین خواستار اتخاذ سیاست‌های معتدل در عرصه سیاست خارجی ایران شد و گفت که چنین اعتدالگرایی در سیاست خارجی به صلاح مردم و کشور است. وی سیاست خارجی دولت نهم را باعث تضعیف موقعیت ایران در برابر دیگر کشورها معرفی کرد و گفت هر تندروی و افراطی افراط و تفریطی دیگر را به دنبال خواهد داشت. نباید از سوی هولوکاست را مطرح کنیم و از سوی دیگر ملت اسرائیل را دوست بنامیم یا مثلا از یک طرف آمریکا را مدام محکوم کنیم و بارها بگوییم به زودی سقوط خواهد کرد و بعد نامه تبریک بفرستیم. در همین حال مهدی کروبی در دانشگاه بابل از مردم خواست که خودشان سرنوشت مسئول اجرایی کشور را مشخص کنند. به خطاب به حاضران گفت اگر طالب تغییر هستید، اگر از اوضاع ناراضی هستید، اگر از انزوای سیاسی رنج میبرید، اگر ناراحتید که ملت با این تاریخ کهن در دنیا تحقیر شوند، اگر گرانی و بیکاری هست و با معلمان و دانشجویان با حرمت برخورد نمیشود و با شهروندان عادی برخورد میشود، اگر از این اوضاع ناراضی هستید، باید در انتخابات شرکت کنید. محسن رضایی شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم صدا و سیما گفت با اینکه در هیچ یک از ترورهای دنیا حتی یک ایرانی هم نقشی نداشته است ولی همه جا ایرانی ها را تروریست می‌خوانند. وی چنین وضعیتی را ناشی از ضعف سیاست خارجی دولت نهم دانست و گفت اکنون وزارت خارجه ما فشل است. وی در خصوص برنامه‌های سیاست خارجی خود نیز گفت که بحث هولوکاست را از این سیاست‌ها کنار می‌گذارد. رضایی در این باره توضیح داد درست نیست که این موضوع وارد ادبیات سیاسی انقلابی ما شود. ما انقلابی عقلانی کردیم، پس نه احتیاج به ماجراجویی داریم و نه به انفعال باز می‌گردیم. وی همچنین تاکید کرد که ایرانیان می‌توانند با کمک یکدیگر کشور را به قدرت برتر منطقه و دنیا در تمامی زمینه‌ها تبدیل کنند. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com